انتظار برای اعلام نتیجه مذاکرات هسته‌ای در شبکه‌های اجتماعی هم با واکنش‌های زیادی روبرو بوده است. تأثیر مذاکرات بر بازار ارز و مسکن تا واکنش جناح‌های سیاسی مختلف به نتیجه برجام، موضوعاتی است که روزیتا ایران دوست در گزارشش به اون پرداخته. سردرگمی بر سر برجام و تأثیرش بر اقتصاد و بی‌اطلاعی از جزئیات مذاکرات کاربران شبکه‌های اجتماعی را به نوعی خسته کرده و همه منتظر نتیجه‌اند. برخی مانند این کاربر با اشاره به بی‌خبری از جزئیات مذاکره معتقدند کاش مردم رو هم در جریان می‌ذاشتین تا بدونن چه عواملی باعث شده هر روز بیشتر در منجلاب فقر فرو برن. و در ادامه هم نوشته گرچه بسیاریش از داخل کشور سرچشمه می‌گرفت و تحریم‌ها فقط بهانه بود. کاربر دیگه هم با اشاره به همین موضوع با کنایه میگه یه دغدغه هایی مونده که به شما نمیگیم، غربی ها هم با چند تا مسئله مشکل دارن توی متن، اون رو هم نمیگیم، کی به توافق میرسیم هم نمیگیم. و همینطور ادامه داده و در نهایت میگه فقط بدونین که ما قدرتمندیم. برخی هم به اخبار مربوط به مذاکرات واکنش نشون دادن، مثل این کاربر که در واکنش به خبر صرف نظر ایران از چند خواستش معتقد 2 سال کشور رو معطل کردین و هزاران میلیارد هم به ایران صدمه زدین. پیام صوتی هم در همین رابطه دریافت کردیم که با هم گوش میکنیم. برجام به نظر من بازی دادن مردمه و باج دادن حکومت به افسران آمریکا واسه پایداری رژیم جمهوری اسلامی، وگرنه هیچ سودی واسه مردم نداره. اما کلکل‌های جناح‌های سیاسی همچنان بخش عمده‌ای از واکنش‌ها رو در بر می‌گیره. محمد مهاجری خبرنگار در واکنش به توییت نور نیوز در خصوص اینکه مردم نیازی نداره از جزئیات مذاکرات با خبر بشن به 4 مورد اشاره کرده. تیم جدید کار رسانه‌ای بلد نیست، حرفی برای گفتن ندارن، اتفاق خاصی که بیش از برجام گذشته باشه رخ نداده، مردم نامحرمن. و در ادامه میگه مازاد بر این فقط توجیه ناکارآمدیه. مسعود پزشکیان نماینده تبریز هم در بخشی از توییتش میگه همونهایی که برجام رو آتش میزدن حالا مدافع اونن. و در ادامه میگه هر مقدار ما نوع گفتگویمون رو با دنیا اصلاح کنیم قطعا به نتیجه بهتری میرسیم. البته تیتر اول سه‌شنبه و 4شنبه کیهان هم مورد توجه خیلی ها قرار گرفته. حسن مکاری کارشناس سیاسی هم میگه توافق برجام برای ما حکم یک فرصت بین‌المللی رو داره نه معجزه. اون چیزی که برای ما در عرصه بین‌الملل معجزه آساست نگاه فرصت محور به همه کشورهای دنیا و بهره‌گیری حد اکثری از ظرفیت‌های بی‌نظیر پیمان‌های اقتصادی بین‌المللی و تعامل مؤثر با سایر قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللیه. و آخرین قدم‌های مانده به خط پایان برجامی هم بحثیه که خیلی‌ها به اون اشاره کردن، مثل این کاربر که به تصویر کشیده. حالا باید دید این قدم‌ها تا چه حد به خط پایان نزدیکه و این انتظار کی به پایان میرسه.